در آستانه ماه مبارک رمضان مرجعیت شیعه آیت الله شیرازی مدظله بیاناتی را ایراد فرمودند به گزارش شیعه ویوز طبق روال همه مرجعیت شیعه آیت الله سید صادق حسینی شیرازی مدظله به مناسبت نزدیک شدن ماه مبارک رمضان طی بیاناتی راهنمودهای ارزشمندی را برای مؤمنین سراسر جهان بیان فرمودند معظم الله در آغاز سخنان خود با اشاره به انتشار بیماری کرونا و آرزوی رفع آن از جهانیان فرمودند مطلبی که قرآن و روایات بارها به انسان تذکر داده آن تذرو در زمان بروز بلاها می باشد همه باید در هر حالی و زمانی تذرع کنیم خصوصا در ماه مبارک رمضان باید با توسل به اهل بیت علیهم السلام و شفی قرار دادن ایشان به درگاه الهی تذرع نمود بلکه طبق روایات باید از خود معصومان درخواست رفع بلا کرد چرا که آنان هم در درگاه خدا آبرومند هستند و هم از جانب خدا قدرت دفع بلا را دارند معظم الله در ادامه با اشاره به مسئله تسکیه در ماه مبارک رمضان با بیان روایاتی تأکید فرمودند بخشی از ادعیه و زیارات جزو واجبات عینیه بوده و مازاد آن جزو مستحبات است انسان اگر از واجبات روی گردان شود مورد اطاب و اقاب خدای متعال قرار می گیرد و یکی از مهمترین واجبات عینیه خودداری از گناه است آیت الله العظمی شیرازی در فراز دیگری از سخنان خود با اشاره به مطلبی از شیخ هر عاملی و تأکید بر این مطلب که هر شخصی باید فرائض خودش را شناخته و به آن عمل کند فرمودند یکی از فرائض بسیار مهم که به آن به اندازه کفایت عمل نمی شود و به همین دلیل بر همگان واجب عینی شده است مسئله دفاع از امیر مؤمنان علی علیه السلام است ایشان به مدت پنج سال بر نیمی از دنیا حکومت کردند و در طول این زمان به شهادت تاریخ حتی یک کشته سیاسی یا یک زندانی سیاسی در حکومت ایشان وجود ندارد مرجعیت شیعه ادامه دادند آن حضرت اقتصاد را به گونه‌ای تنظیم کردند که در بلایا کسی از قحطی جان نداد و هیچ فقیری وجود نداشت که بر فقر خود باقی مانده و یا خانه نداشته باشد آیا دفاع از چنین شخصی بی‌نظیری علاوه بر واجب عینی واجب عقلی نیست اسلام اسلام علی ابن ابی طالب علیه السلام است نه اسلام بنی امیه و بن العباس اگر حتی یک نفر از گرسنگی جان بدهد ابتدا حکومت مسئول است و سپس مردم باید جوانهای مسلمان و غیر مسلمان خود تاریخ حکومتداری امیر و ممنان علیه السلام را بخوانند و با روش حکومت ایشان آشنا شوند بدانید معرفیان حضرت واجب عینی است و باید از فرصت ماه مبارک رمضان استفاده کرد و به این واجب عینی رسیدگی نمود چرا که نه تنها غیر مسلمانان بلکه حتی برخی از مسلمانان با تاریخ آن حضرت آشنایی ندارند